العربية بين يديك، سلسلة آموزش زبان عربي، بخش هفتم، الدراسة، تعليم وآموزش. درس شستيكم، التدريب الأول، تمرين أول، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. چنانچه در اینجا در این مثال میبینید، به عین شکل شما این تمرین با همکار یا همصنفیتان تطبیق کنید. در مثال، الى این تذهب یا احمد؟ احمد کجا میروی؟ احمد در جواب میگوید اذهب الى المدرسه. زميلش يا همكارش ميجا الوقت مبكر الآن، وقت فعلا وقت است، المدرسة بعيدة عن البيت، شاگرد ميجا كي مكتب از خانه دور است. پرسیده میشه هل تذهب بالسيارة؟ آیا توسط موتر میری؟ در جواب میگه نه خیر، اذهب بالحافلتی، توسط سرویس با مکتب میرم. البته مثال های بعدی را تطبیق میکنیم. میگویم الى این تذهب یا احمدو؟ أذهب إلى المكتبة، الوقت مبكر الآن، المكتبة بعيدة عن البيت، هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. مثال دوم، إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى المختبر، الوقت مبكر الآن، المختبر بعيد عن البيت، هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. مثال بعدي، إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى المسجد، الوقت مبكر الآن، المسجد بعيد عن البيت، هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. مثال بعدي، إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى الكلية، الوقت مبكر الآن، الكلية بعيدة عن البيت، هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. مثال بعدي، إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى الجامعة، الوقت مبكر الآن، الجامعة بعيدة عن البيت، هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. تمرين دوم، تبادل السؤال والجواب مع زملائك. شما در این تمرین با همکارانتان یا همصنفیانتان سوال و جواب کرده از مکتب و دانشگاه آنها بپرسید. طوری که می‌بینید
شما در ابتدا میگوید ادرس فی مدرسة فیصل، و اگر در دانشگاه باشید میگوید که ادرس فی جامعة بغداد. باز میپرسید این تدرس، در جواب مثلا میگوید ادرس فی مدرسة البخاری یا ادرس فی جامعة ام القرى. با شما میپرسید این تدرس، ادرس فی مدرسة البخاری یا جامعة ام القرى. و به می ترتیب هر شاگرد باید مدرسه و دانشگاهی که در آن درس میخوانه آن را ذکر کند. با ادرس فی اليوم ست حصص، ادرس فی اليوم سبع حصص، ادرس فی اليوم خمس حصص. در مقابل سوال ها، در مقابل سوالی که میشه کم حصتا تدرس فی اليوم، کم حصتا تدرس فی اليوم، و به همین ترتیب. فقره جیم، اذهب الى المدرسة، الى این تذهب؟ اذهب الى الجامعة، الى این تذهب؟ شما گفته میتونین که اذهب الى البيت، اذهب الى الكلية، اذهب الى المكتبة، اذهب الى المختبر، اذهب الى الطبيب. با تمرین بعدی آغاز میکنیم. تمرین سوم، اجب عن الاسئله مستعینا بالصور، سوال ها را جواب بگویید چنانچه در زیر هر عکس سوال میبینید، البته جواب آن با کمک عکس ها باشد. مثلا میگوییم متى يستيقظ احمد، احمد ساعت چند بیدار می شود؟ شما میگین یستيقظ احمد فی الساعت الرابعة صباحا. تمرین بعدی هم، این یصلی الفجر، این یذهب احمد، این احمد الان، ماذا يدرس أحمد؟ ماذا يقرأ أحمد؟ بعد تمرين چهارم آغاز میکنیم. البته شما سؤال را مطرح میکنید و در پایان آن جواب آن را دریافت میکنید. مثلا برایتان گفته میشه هل أنت طالب؟ در جواب میگوی نعم انا طالب، و به می ترتیب بقیه سوال ها را درست میکنید و جواب آن را که نوشته است جواب آن خواهد بود. ادرس فی جامعة القاهرة، لا فی کلیة الطب، نعم سأكون طبيبا ان شاء الله، أربعة أيام في الأسبوع. البته شما این سوال ها را ترتیب کنین، جواب ها چنانچه میبینید نوشته است. با صفحه بعدی با تمرین پنجم انتقال میکنیم و در اینجا مثال میخوانیم و آن را در بقیه عکس ها تطبیق میکنیم. مریم طالبة ترکیة تدرس فی جامعة ام القرى فی کلیة التربیة. پس چنین تطبیق میکنیم، احمد طالب مالیزی يدرس في جامعة أم القرى في كلية اللغة العربية.
زينب طالبة باكستانية تدرس في جامعة أم القرى في كلية العلوم. أنور طالب سوري يدرس في جامعة أم القرى في كلية الحاسوب. صالحة طالبة مصرية تدرس في جامعة أم القرى في كلية الطب. تمرين ششم، أجب عن الأسئلة التالية. به این سوالها جواب بگویید. هل انت طالب؟ آیا تو شاگرد هستی؟ دو، هل انت مدرس؟ آیا تو معلم هستی؟ سه، فی ای مدرسة تدرس؟ در کدام مدرسه یا در کدام مکتب درس میخوانی؟ چار، فی ای جامعة تدرس؟ در کدام دانشگاه درس میخوانی؟ پنج، فی ای کلیت تدرس؟ در کدام دانشکده درس میخوانی؟ شش، ماذا تدرس؟ چی میخوانی؟ هفت، کم یوما تدرس فی الاسبوع؟ در یک هفته چند روز درس میخوانی؟ هشت، کم حصتا تدرس فی اليوم؟ چند ساعت در روز درس میخوانی؟ نو، متى یبدا العام الدراسی؟ چه وقت سال درسی آغاز میشود؟ ده، متى ینتهی العام الدراسی؟ سال تعلیمی چه وقت به پایان میرسد؟ یازده، متى عطلت الاسبوعی؟ رخصتی هفته چه وقت است؟ دوازده، متى الاختبارات؟ امتحانات چه وقت است؟ سیزده، متى یبدا اليوم الدراسی؟ ساعت چند روز تعلیمی آغاز می شود؟ چارده، متى ینتهی اليوم الدراسی؟ چه وقت روز تعلیمی به پایان می رسد؟ پانزده، ماذا تفعل في الاستراحة؟ در تفریح چه کار میکنی؟ شانزده، متى تذهب الى المدرسة؟ چه وقت به مکتب میروی؟ هل تذهب بالحافلة؟ آیا توسط سرویس میروی؟ اجده، این جامعة ام القرى؟ دانشگاه ام القرى در کجا واقع است؟ دوستان گرامی، درس 61 در همین جا به پایان رسید.